سرخط خبرها. سرانجام احمد مسعود میدان جنگ و مقاومت را علیه طالبان باخت. نوار صوتی تازه مقام ارشد طالبان، دلاوری در مورد گنجانیدن دوستم محقق و عطامحمد نور در کابینه طالبان. برفباری شدید در سالنگ‌ها و در دیگر ولایات راه‌ها مسدود شد. سرمایه‌گذاران روسی علاقمند استخراج نفت و گاز در افغانستان شدند. درآمد طالبان از توزیع پاسپورت در پروان که باورتان نخواهد شد. تفنگداران ناشناس یک زن و شوهر را در بلخ تیرباران کردند. سلام، با کانال ما خوش آمدید. برفباری شدید سبب مسدود شدن مسیر ارتباطی بامیان با غور و دایکندی شد. مسئولان در ریاست فواید عامه ولایت بامیان میگویند که به دلیل برفباری شدید مسیر عمومی کوتل شاتو بر روی رفت آمد مسافران و وسایط نقلیه مسدود شده است. با گزارش سپوتنیک به نقل از روزنامه اطلاعات روز، بر اساس اعلامیه این ریاست که امروز منتشر شده، مسیرهای پنجاب، آبقل و مسیر ولسوالی ورس، پل بندشوی نیز مسدود شده است. ریاست فواید عامه بامیان از تمام مسافران خواسته است که تا اطلاع بعدی از مسیرهای یاد شده سفر نکنند. با این حال، مسئولان در ریاست فواید عامه دایکندی میگویند که از شب گذشته بدین سو برفباری در این ولایت جریان دارد و تا اکنون مسیرهای عمومی این ولایت به طرفهای کابل و مراکز ولایتها بر روی رفت آمد باز است. به گفته مسئولان، امکان مسدود شدن مسیرهای یاد شده به دلیل برفباری شدید وجود دارد. بر اساس گفته های مسئولان ریاست فواید عامه دایکندی، حدود 400 کیلومتر در سطح این ولایت زیر پلان برف پاکی قرار دارد که یک شرکت خصوصی کار آن را انجام می دهد. اما کوتل های قوناق، میرامور، خدیر و سیاه‌بغندی و چبلک ولسوالی شهرستان توسط خود این ریاست پاککاری می شود. قابل ذکر است که کوتل شاتو ولایت بامیان را به ولایت غور و دایکندی وصل می کند. با این حال مسئولان می گویند که جریان برفپاکی در این کوتل آغاز شده است. خبر بعدی، طالبان سرمایه‌گذاران روسی علاقمند استخراج نفت و گاز در افغانستان هستند. زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان از دیدار هیئتی از سرمایه‌گذاران روسی با معاون رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان خبر داده و گفته است آنان علاقمند سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج نفت و گاز در افغانستان هستند. مجاهد که امروز دوشنبه 13 جدی با نشر توییتی از دیدار هیئت سرمایه‌گذاران روسی با معاون رئیس الوزرا خبر داده و گفته است دو طرف در مورد تأسیس پالایشگاه‌های نفت گازی، دستگاه‌های CNG، LNG و ایجاد شرکت تولید سمنت صحبت کرده‌اند. سخنگوی طالبان افزوده است که هیئت روسی در دیدار با عبدالسلام حنفی علاقمندی‌اش را به سرمایه‌گذاری در افغانستان اعلام کرده است. با گفته مجاهد، معاون رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان از فراهم کردن شرایط و زمینه‌های کاری سرمایه‌گذاری برای بازرگانان روسی اطمینان داده است. پیش از این نیز سرمایه‌گذاران چینی علاقمندیشان را برای استخراج معدن افغانستان اعلام کرده بودند. حالا می‌پردازیم به فایل صوتی مولوی دلاور، مقام ارشد طالبان، در مورد پیشنهاد آمریکا برای گنجانیدن رهبران حزب جمعیت اسلامی، حزب جنبش اسلامی، حزب وحدت. اما این در حالی است که متاسفانه احمد مسعود جنگ را در میدان علیه طالبان باخته است. تاجدین سروش تازه گفته است که شماری از هواداران جبهه مقاومت از عملکرد 5 ماهه احمد مسعود به شدت انتقاد میکنند. آنها میگویند که احمد مسعود در این مدت نتوانسته است جبهه را سر و سامان بدهد و از خود یک چهره مبارز تبار جلوه دهد. ناگفته نماند که جبهه مقاومت در حال انزوا شدن توسط طالبان است. خبر بعدی، درآمد طالبان از توزیع پاسپورت در پروان بیش از 1,300,000 افغانی درآمد شده است. مسئولان محلی طالبان در پروان میگویند که از 43 روز گذشته از توزیع پاسپورت بیش از 1,300,000 افغانی عواید جمع‌آوری کردند. محمد کامران حبیبی سخنگوی طالبان برای فرماندهی پلیس ولایت پروان روز دوشنبه 13 جدی در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت این عواید در 43 روز گذشته جمع‌آوری شده است. به گفته کامران، آنان در این مدت مدارک 2500 تن متقاضی پاسپورت را طی مراحل کردند. روند توزیع پاسپورت در ولایت پروان به تاریخ 6 قوس آغاز شد، اما روند جمع‌آوری اسناد متقاضیان جدید با استثنای بیماران تا پایان سال 400
متوقف شده است. خبر بعدی و شوک دهنده، تفنگداران ناشناس یک زن و شوهر را در بلخ تیرباران کردند. منابع محلی در بلخ تایید میکنند که یک زن و شوهر روز جمعه دهم جدی در شهر مزار شریف از سوی تفنگداران ناشناس تیرباران شدند. اما شماری از باشندگان محل به روزنامه 8 صبح میگویند این دو تن به اتهام فساد اخلاقی از سوی طالبان کشته شدند. با گفته آنان این خانم از سوی طالبان متهم به فساد اخلاقی بوده و اختاریه نیز دریافت کرده بودند. مسئولان در شفاخانه ابوعلی سینای بلخی تایید میکنند که روز جمعه جسد یک مرد و زن زخمی در مورد شلیک گلوله قرار گرفته بودند و این شفاخانه آورده شدند که با گفته آنان فرد زخمی پس از دو روز جان باخته است. این در حالی هست که مقام های طالبان از نیروهایشان خواستند که دست از محاکمه صحرایی بردارند و متهمان و مرتکبان جرایم جنایی را به نهادهای مسئول بسپارند. اما بارها دیده شده است که مسئولان محلی طالبان به این دستور تمکین نمی کنند.